سرخط خبرها. آتش سوزی در یک سوله سایت هسته‌ای نتنز. سازمان انرژی اتمی ایران میگوید حادثه تلفاتی نداشت و لطمه‌ای به فعالیت کارخانه نزد. ابهام درباره وکالت سه بازداشتی اعتراضات آبان که به اعدام محکوم شدند. قوه قضاییه میگوید آنها وکیل داشتند. یک تازه کرونا در آمریکا با ثبت 50,000 مبتلای جدید در شبانه روز گذشته. سازمان بهداشت جهانی میگوید شیوع ویروس شاید سالها ادامه یابد. و اردوغان به دنبال فتح یا صوفیه. آیا نماد سکولاریسم ترکیه باز مسجد میشود؟ سلام به این بخش خبر خوش آمدید. در ایران سخنگوی سازمان انرژی اتمی میگوید حادثه‌ای در تأسیسات هسته‌ای نتنز اتفاق افتاده. بهروز کمالوندی گفته یکی از سوله‌های در دست احداث در محوطه باز سایت نتنز آسیب دیده اما کسی کشته نشده و خطر آلودگی مواد رادیواکتیو هم وجود ندارد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی توضیحات بیشتری نداد اما فرماندار نتنز گفته این حادثه آتش سوزی بوده. باران عباسی گزارش می‌دهد. اولین تصویر منتشر شده از حادثه در تأسیسات هسته‌ای نتنز، از مهمترین مراکز غنی‌سازی اورانیوم در ایران، و توضیحات بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی. حادثه‌ای رو ما داشتیم در بامداد امروز، یکی از سوله‌هامون دچار حادثه شده که البته سوله‌ای است که در فضای باز هستش، فاقد مواد هسته‌ای، استفاده بعضی شایعات از رسانه‌های معاند در ارتباط با مسئله آلودگی مطرح شده که به هیچ وجه صحت نداره. تیمای کارشناسی الان در محل حضور دارن، دارن بررسی میکنن ببینن که علت حادثه چی هستش. به هیچ وجه نیروی انسانی در اونجا کسی نبوده، ما هیچ تلفاتی به الحمدلله نداشتیم. آقای کمالوندی نگفت این حادثه دقیقاً چه بوده، اما فرماندار نتنز خبر از وقوع آتش سوزی داده. اما ساعتی پیش از انتشار نخستین خبر درباره این حادثه، بیانیه‌ای به دست بعضی از روزنامه‌نگاران بی بی سی رسید که از این حادثه به عنوان عملیات در تأسیسات هسته‌ای نتنز یاد کرده و مسئولیت آن را به عهده می‌گرفت. فرستندگان این بیانیه خود را یک گروه زیرزمینی به نام یوز پلنگان وطن معرفی کردند و مدعی شدند که داخل دستگاه‌های امنیتی ایران حضور و فعالیت دارند. نتنز تأسیساتی عمدتاً زیرزمینی است. 30 کیلومتری شهر نتنز در استان اصفهان. ایران پارسال اعلام کرد که سانتریفیوژهای نسل جدید IR6 را در این مرکز فعال کرده. یکی از گام‌های تهران در راستای کاهش تعهدات هسته‌ایش. در واکنش به خروج آمریکا از برجام و آنچه ایران عمل نکردن طرف‌های باقی مانده در توافق به تعهداتشان می‌خواند. تأسیسات نتنز آذر ماه پارسال هم خبرساز شد بعد از اینکه ایران یک بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به اتهام قصد خرابکاری صنعتی در این تأسیسات اخراج کرد. سایت هسته‌ای نتنز 10 سال پیش هدف حمله بدافزاری به نام استاکسنت قرار گرفت. بدافزاری که سیستم‌های کامپیوتری این تأسیسات را آلوده کرد، به طوری که سانتریفیوژها خود را تخریب می‌کردند. چون اینجا پردیسه، اینجا پشت کوه یه دفعه صدای انفجار اومد. حادثه نتنز کمتر از یک هفته بعد از انفجار در شرق تهران رخ میدهد. محل انفجار مخازن گاز در منطقه پارچین است که اواخر تلویزیون ایران با نمایش این تصاویر گفت که انفجار در مخزن‌های گاز تأسیسات پارچین رخ داده. اما تصویرهای ماهواره‌ای هیچ نشانه‌ای از انفجار یا سوختگی در این منطقه را نشان نمیداد. در عوض حدود 24 کیلومتری شمال تأسیسات پارچین در پارک جنگلی حفاظت شده خجیر نشانه هایی از انفجاری بزرگ در یک ساختمان مشاهده می شد. جایی که گفته می شود چند مرکز صنایع موشکی ایران واقع شده. حالا سابقه انتشار اطلاعات گمراه کننده و اشتباه در مورد انفجار هفته گذشته در شرق تهران، درباره آنچه مقامات ایران آتش سوزی در تأسیسات غنی سازی نتنز می‌خوانند، شک و تردیدهایی ایجاد کرده. این بار در نقطه حساس‌تر و در زمانی که تنش میان ایران و آمریکا و اسرائیل تا حد کم سابقه ای بالا رفته. باران عباسی، بی بی سی.
طبق آمار دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به حدود 2,700,000 نفر رسیده و بیش از 128,000 نفر هم جانشان را بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادند. در شبانه روز گذشته بیش از 50,000 مبتلای جدید شناسایی شده. این در حالی است که در بعضی دیگر از کشورها اوضاع آرام گرفته، اما به گفته سازمان بهداشت جهانی شیوع کرونا ممکن است میلیون ها نفر را در جهان تا سالها درگیر کند. علی همدانی گزارش می‌دهد. کالیفرنیای آفتابی، سواحل غربی آمریکا که بسیاری آن را بهشت روی زمین می‌دانند، داشت یواش یواش از سایه سنگین کرونا بیرون می‌آمد و شرایط بهتر می‌شد که دوباره بر درش قفلی زدند. مانند بعضی دیگر از ایالت‌های آمریکا که برنامه‌ها برای کاهش محدودیت‌ها را متوقف کردند. تنها در یک شبانه روز بیش از 50,000 مبتلای تازه به کرونا شناسایی شدند. رئیس جمهوری آمریکا زیر شدیدترین انتقادها، او که قبلا گفته بود نمیتواند خود را با ماسک تصور کند، دیروز گفت خودش در جمع‌های فشرده ماسک می‌زند. در انگلستان قرار است از شنبه رستوران‌ها و بارها بعد از حدود 4 ماه باز شوند، بعد از آنکه 2 هفته پیش فروشگاه‌ها کارشان را از سر گرفتند. بریتانیا یکی از شدیدترین ضربه های اقتصادی را در میان کشورهای اروپایی متحمل شده. نشان به نشان کسب و کارهایی که هیچ وقت دوباره باز نمی شوند. آنهایی که دوباره باز شدن هم در حراس از موج دوم شیوع ویروس. لستر، یکی از مناطقی در بریتانیا که تا درهایش را باز کرد، مجبور شد محدودیت را بازگرداند به دلیل بالا رفتن شمار مبتلایان. اینجا پاریس که دوباره قامت راست کرده. با بازگشایی مرزها در اروپا و افزوده شدن به فهرست کشورهایی که فرانسه از آنها گردشگر میپذیرد، کوچه و خیابانهای پاریس دوباره از خواب بیدار شدند. در پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی که یکی از سخت‌ترین قوانین منع آمد و شد را اعمال کرد، این مهمانی خیابانی ترتیب داده شد تا پایان شیوع ویروس کرونا در این کشور رسما اعلام شود. میزی در میانه پل مشهور شهر، مردم غذایشان را در خانه پختند و آوردند تا تنهایی چند ماهشان را روی پل چارلز با هم قسمت کنند. و این خیابان در قلب آمستردام در هلند، خیابانی که به کافه هایش مشهور است برای ماریجوانا و حشیش و به روسبی خانه هایش. حالا مقامات میگویند اوضاع آنقدر آرام شده که این مکان های تفریحی که در آن افراد بسیار به یکدیگر نزدیک میشوند هم میتوانند کارشان را از سر بگیرند. اینجا سیدنی در استرالیا، با وجود اینکه محدودیت ها رفته رفته کم میشود، در بخشی از این کشور محدودیت ها بازگشته و از پلیس در بعضی از نقاط ملبورن برای اعمال فوری این محدودیت ها کمک خواستند. اوضاع در خاورمیانه همچنان بحرانی. سازمان جهانی بهداشت از بحرانی شدن وضعیت کرونا در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا خبر داده. طبق آماری که دیروز سازمان بهداشت جهانی منتشر کرد، در 22 کشور مسلمان از مراکش تا پاکستان آمار رسمی مبتلایان به کرونا از 1,000,000 نفر گذشته و تعداد مجموع مبتلایان جان باخته در این کشور هم به حدود 25,000 نفر رسیده. بیش از 80% مرگ و میر کووید 19 در این منطقه در 5 کشور مصر، ایران، عراق، پاکستان و عربستان سعودی اتفاق افتاده. علی همدانی، بی بی سی. و تصاویر زنده هم داریم از آمریکا، کاخ سفید. همطور که در گزارش علی همدانی هم اشاره شد، الان آمریکا بیشترین آمار مبتلایان رو در جهان داره. 2,700,000 نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. 100,000 jobs for African American workers added in the last 2 months, and that's a record by a lot. Likewise, Hispanic employment is up by 1.5 million jobs, a record by a lot. آقای ترامپ در حال حاضر داره در مورد پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا بر اقتصاد آمریکا صحبت میکنه. او در روزهای گذشته خیلی مورد انتقاد قرار گرفته که زدن ماسک رو در آمریکا جدی نگرفته و در یک بیانیه اخیرش، صحبت‌های اخیرش، گفته از این موضوع استقبال میکنه و حتی اگر که در فضاهای شلوغ قرار بگیره ماسک خواهد زد. ولی خیلی ها همچنان آقای ترامپ رو مسئول سوء مدیریت ویروس کرونا در آمریکا میدونن. برای صحبت بیشتر در این باره، آرش علایی، مدیر انستیتوی جهانی آموزش و سلامتی از لس آنجلس با ما هستن. آقای علایی، دلایل اینکه وضع اینقدر در آمریکا بده چیه؟
عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتون و تشکر از اینکه من در برنامه خودتون دارین. ببینید، آمریکا کشور پهناور و با جمعیت بیش از 300 میلیون نفریه و با تنوع رفتارها و نژادها و افرادی که از لحاظ فکری و اقتصادی در قسمت‌های مختلف جامعه قرار می‌گیرند. پس کنترل بیماری کووید 19 در کشوری مثل آمریکا که همزمان دسترسی به جدیدترین تکنولوژی و امکانات درمانی داره آسان نیست به خاطر همین تنوع جمعیتی. و دوم، نکته دوم اینه که هر ایالت در آمریکا به صورت مستقل خودش عمل میکنه برنامه‌های ایالتیشه و دارای امکانات متفاوتیه، ضمن اینکه ابتدای همگیری کووید 19 وقتی که در چین گزارش شد، اون مدت اولیه آمریکا که آمادگی لازم رو پیدا کنه برای کنترل بیماری رو از دست داد. پس یک دیر عمل کرد هم وجود داره. و با توجه به همه این عواملی که بهش اشاره کردید، الان خب در خیلی از کشورهای مخصوصا اروپایی که سعی کردن این بحران رو با مدیریت درست اداره بکنند، موج اول پشت سر گذاشته شده. ما آیا میتونیم بگیم که آمریکا الان این موج رو پشت سر گذاشته یا قرار هست بگذاره به زودی؟ من میخوام همینجا یک قیاسی داشته باشم، یعنی آمریکا رو مثال بزنم و فکر کنم این مثال خوبیه برای ایران. ببینید، در آمریکا همونطوری که عرض کردم از روز اول و اصلا ساختار کشور چون ایالتی عمل میکنه، ساختار خوبی بود که ایران هم استانی عمل میکرد. حالا در ایالت‌های اولیه‌ای که گزارش کردن مثل ایالت سیاتل در آمریکا، چون عملکرد اونجا سریع بود و بعد تجمع جمعیت در شهرهای ایالت سیاتل خیلی نزدیک نبود و شمار جمعیت زیاد نبود، ما میبینیم روند بیماری رو به کنترل بود. ایالتی مثل نیویورک و شهری مثل نیویورک با جمعیت حدود بیش از 18 میلیون و 800 هزار نفر، ما میبینیم گسترش شدید بیماری رو داریم، یعنی حدود از هر هزار نفر از هر هزار نفر 11 نفر مبتلا شدن و در کل 17700 نفر فوت کردن. پس ما یک جهش اولیه رو داریم، ولی اونجایی که فرماندار ایالت اقدام مقتضی کرد، یعنی حدود 8 هفته اکیداً سفارش شد که مردم در خانه بمانند، میبینیم که روند بیماری رو به کاهشه و الان ایالت نیویورک میره که کنترل کامل داشته باشه. در کنارش ما میام شهر لس آنجلس مقایسه میکنم. شهر لس آنجلس با حدود 12 میلیون و 400 هزار جمعیت، تعداد مبتلا از هر هزار نفر حدود 8 نفره و همون جوری که در گزارش شما بود، به خاطر که اینجا نوار ساحلی رو دارن و مردم میخوان برن به تفریح و به سواحل برای شنا کردن، برای تفریح کردن، ما میبینیم که گسترش بیماری رو به بالاست، یعنی داره افزایش پیدا میکنه، به این خاطر که دستور آمده که بسته بشه و ما اینجا ببینیم چه کمک علمی یا آموزشی میتونیم انجام بدیم. پس از نمونه آمریکا ایالت به ایالت ما اگر بررسی کنیم نسبت به تراکم جمعیت در شهرها و اقدام مقتضی، بعضی ایالت ها وضعشان خوبه و بعضی ایالت ها نه، در کل آمریکا بحث علمی اینه که ما درسته که باید ایالتی عمل کنیم، ولی نباید فراموش کنیم که اگر در یک ایالتی وضعیت قرمز به قول معروف، در ایالتهایی که شیوع بروز کمتره اونها غافل بشن، اونها هم همزمان آمادگی لازم دارن. از همینجا به ایران ببرم، در 8 استانی که ایران الان منطقه قرمز اعلام شده اقدامات وسیع خوبه که انجام میشه، ولی نباید ایران غافل بشه از سایر استانها، چون این ویروس میچرخه. 8 استان وقتی تمرکز میشه تعداد آمار میاد پایین، مثل همون نیویورک، ولی ما میبینیم اینجا کالیفرنیا داره میره بالا. پس ما در ایران باید این انتظار داشته باشیم اگر همه استانها آماده باشه اعلام نکنن، ما در 3 هفته یا 4 هفته آینده 5-6 استان دیگر خواهیم داشت برای منطقه قرمز. متشکرم از شما آرش علایی، مدیر انستیتوی جهانی آموزش و سلامتی از لس آنجلس.
قوه قضاییه ایران با انتشار تصاویری از دادگاه امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی گفته این سه بازداشتی اعتراضات آبان پارسال به وکیل دسترسی داشتند. پیشتر دو وکیل دادگستری در تهران گفته بودند نتوانستند به عنوان وکلای این سه متهم به پرونده آنها دسترسی داشته باشند. قاضی ابوالقاسم صلواتی آنها را اسفند ماه گذشته به اعدام محکوم کرد. چند روز پیش قوه قضاییه خبر تایید حکم این سه نفر در دیوان عالی را تکذیب کرد. از محمد حسین آقاسی، حقوقدان ساکن تهران، پرسیدم آیا این متهمان وکیل داشتند؟ ممکنه که قوه قضاییه درست گفته باشه، اما مهم اینه که آیا به وکیل مورد اعتماد و اطمینان خودشون متهمین دسترسی داشتند یا وکلایی رو دادگاه علارغم میل اونها و علارغم اینکه خانواده این متهمین وکلای انتخابی معرفی کردن برای اینها تعیین کرده تحت عنوان وکیل تسخیری، که طبیعتاً برنامه های اینها، رفتار اینها، نوع دفاعشون مسلماً متفاوت خواهد بود. بنابراین میشه پیش بینی کرد بر اساس اونچه که سوابق این دادگاه نشون میده که در بعضی از موارد اجازه نمیده که متهمین و خانواده متهمین وکلای مورد تایید خودشون رو به دادگاه معرفی کنن. بعد این دادگاه نمیپذیره. بعضن حتی در مورد خود من همین اتفاق رخ داد و در پرونده محیط زیستی ها به خاطر دارید که همین دادگاه علارغم این که من وکیل رسمی و قانونی یکی از این متهمین بودم و در دادسرا هم از او دفاع کرده بودم، اجازه نداد که من در دادگاه حضور پیدا بکنم. با توجه به اینکه خود شما همچنین تجربه ای داشتید، این موضوع چه لطمه‌ای به روند دادرسی وارد میکنه؟ طبیعتاً به حقوق متهم لطمه بسیار زیادی و قابل واقعا تصوری وارد میکنه. اولا چنین متهمی در نگرانی به سر میبره، تشویش داره که آیا این وکیل اون چه که با اون میخواد صحبت بکنه به عنوان تدارک دفاع خودش با دادگاه هم نوایی خواهد کرد یا اسرار او را نزد خودش محفوظ خواهد داشت و آیا راهنمایی های این وکیل منطبق با حقوق او خواهد بود یا خیر. به هر حال این تردیدها گاهی هم به جا هست و من اگر فرصتی باشه خدمتتون عرض بکنم که در پرونده‌ای که یکی از تفنگدارهای آمریکایی که ایرانی آمریکایی بود و آمده بود ایران، مادرش به من مراجعه کرد و به من وکالت داد که من برم و از او دفاع بکنم. تا آمدم مراجعه بکنم به سرعت وکیل تسخیری دادگاه براش تعیین کرد و وقتی که پرونده رو بعداً من متوجه شدم، اون وکیل نه تنها دفاع نکرده بود بلکه به صورت ضمنی به نوعی اقرار کرده بود از طرف این متهم. و البته من عرض بکنم حیثیت وکلای تسخیری بیش از 99% بسیار هم خوب و عالی عمل میکنن، اما برخی از این وکلا کسانی هستن که قبلا در همون دادسرا بازپرس بودن و یا در دادگاه انقلاب کار میکردن و اونها هستن که برخی از اونها هم باز قابل اطمینان نیستن. گفتگویی بود با محمد حسین آقاسی، حقوقدان در تهران. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. مقام‌های مسئول در ایران از آتش سوزی در یک محوطه باز تأسیسات هسته‌ای نطنز خبر دادند. به گفته آنها کسی کشته نشده و فعالیت کارخانه آسیبی ندیده. قوه قضاییه ایران با انتشار تصاویری از دادگاه امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی گفته این سه بازداشتی اعتراضات آبان که به اعدام محکوم شدند به وکیل دسترسی داشتند. در ادامه برنامه، تلاش اردوغان برای تبدیل دوباره بنای تاریخی ایا صوفیه به مسجد. سیروس گرجستانی، بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینمای ایران، در 76 سالگی درگذشت. او کارش در تئاتر را با هادی اسلامی، بازیگر معروف تئاتر و سینما، شروع کرد و کمی بعد وارد تلویزیون شد. آقای گرجستانی سابقه همکاری با کارگردانانی مانند رخشان بنی اعتماد و کیومرث پوراحمد را دارد. فیلم سینمایی ما همه با هم هستیم آخرین حضور او در سینما بود که سال 97 با کارگردانی کمال تبریزی ساخته شد. سریال شاهرگ جدیدترین کار آقای گرجستانی بود. سیامک محیط‌زاده در یک گزارش دیجیتال نگاهی کوتاه داشته به زندگی هنری سیروس گرجستانی. نقشی که میخوایی بدی چی هست؟ گفت یه نقش آبوزی. گفتم آبوزی؟ مدرسه. خب حالا که نقش بدی یه نقش درست حسابی بده. آبوزی چیه؟
تو کیف انگلیسی اینجا حجره من بود. خان بهادر بگیر بشین سر جات بچه. اسم پسر منو به زبونت نیار. این دنیا ارزش اینا رو نداره. باید همدیگر رو داشته باشید. جایتون بخورد. هاشم جون از اون دنیا چه خبر؟ آخ مشغول بود. اصلا یه چیز دیگه است. من هر چی بگم انگار هیچی نگفتم. باید بری ببینی. شهریار درست نقش سختی بود، اما برای من آسون‌ترین نقش شهریار. من در واقع پدرمو بازی کردم که هر کی نگاه میکرد میگفت شهریار خوب کار کردی. آمدی آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ برنامه رو با چند خبر کوتاه میگیریم. فتح و حماس دو جناح رقیب در سرزمین‌های فلسطینی بر اتحاد در برابر اقدام اسرائیل برای الحاق بخشی از کرانه باختری به خاک خود تأکید کردند. آنها در این نشست خبری مشترک و کم سابقه اعلام کردند هر کاری که لازم باشد برای همکاری با یکدیگر انجام خواهند داد. وعده‌های قبلی آنها برای اتحادشان شکست خورده. دولت اسرائیل گفته بود ممکن است بخش‌هایی از کرانه باختری را از چهارشنبه به خاک خود اضافه کند، اما ظاهراً این کار فعلا متوقف شده. مقام‌های میانمار می‌گویند بعد از فرونشستن یک معدن سنگ یشم در این کشور بیش از 100 جسد پیدا کردند. اداره آتش‌نشانی محلی می‌گوید بعد از باران شدید در منطقه معدنچی‌هایی که در حال جمع‌آوری سنگ یشم بودند زیر گل مدفون شدند. در تصاویری که از کوههای اطراف گرفته شده لحظه رانش زمین را می‌بینیم که باعث می‌شود یک طرف معدن به دریاچه مجاورش سرازیر شود. بسیاری از کارگران فقیر میانمار در معادن سنگ یشم کار می‌کنند. در مکزیک مهاجمان مسلح به یک معدن بازپروری مرکز بازپروری معتادان به مواد مخدر حمله کردند و 24 نفر را کشتند، 7 نفر هم زخمی شدند. این حادثه در ایالت گوانخاتو اتفاق افتاد که در ماه‌های اخیر شاهد افزایش شدید خشونت‌های باندهای تبهکار بوده. ماه گذشته هم به یک مرکز بازپروری دیگر در همین ایالت حمله شد. گروه‌های تبهکار تصور می‌کنند که اعضای باندهای رقیب در چنین مراکزی پنهان می‌شوند. سکات موریسون نخست وزیر استرالیا میگوید کشورش در حال بررسی پیشنهادی است که طبق آن به مردم هنگ کنگ اجازه سکونت آزادانه در استرالیا داده می‌شود. او این را بعد از آن گفته که دولت چین قانون جدید امنیتی را در هنگ کنگ وضع کرد. بریتانیا هم چهارشنبه اعلام کرد 3 میلیون شهروند هنگ کنگ اجازه کار و زندگی بدون محدودیت در بریتانیا را خواهند داشت. چین تهدید کرده در صورت دخالت بریتانیا در امور این مستعمره سابقش به اقدامات تلافی جویان دست خواهد زد. دادگاهی در بریتانیا علیه نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا رأی داده. او بر سر بیش از 1 میلیارد دلار طلا که در بانک مرکزی بریتانیا نگهداری می‌شود با رقیب سیاسی خود خوان گوایدو اختلاف دارد. دادگاه عالی لندن می‌گوید بعد از انتخابات جنجالی سال گذشته ونزوئلا، دولت بریتانیا آقای گوایدو را رئیس جمهوری ونزوئلا می‌داند. بانک مرکزی ونزوئلا گفته می‌خواهد این طلاها ترخیص شود تا با پول آن با همه‌گیری کرونا مبارزه کنند. دادگاهی در استانبول در کمتر از نیم ساعت درخواست تبدیل مسجد تاریخی ایا صوفیه از موزه به مسجد را مورد بررسی قرار داد. رجب طیب اردوغان قول داده بود برگزاری نماز در این مسجد تاریخی را احیا کند. گزارش اورلا گورین رو ببینیم. معماری فوق‌العاده با قرن‌ها قدمت. ایا صوفیه امپراتوری بیزانس و عثمانی را پشت سر گذاشته. از سال 1935 به موزه تبدیل شده. سمبل ترکیه سکولار.
گردشگران زیادی به اینجا می آیند و زیر گنبد طلایی‌اش قدم می زنند. نقش های از مریم مقدس و همینطور خطاطی های اسلامی همه جا دیده می شود. 900 سال کلیسا بود، با پیروزی عثمانی ها به مسجد تبدیل شد. رئیس جمهوری ترکیه قول داده بود که آن را دوباره به مسجد تبدیل کند. بعضی ها صبر ندارند. این سازمان اسلامی سالی یک بار بیرون آن نماز برگزار می کند. الله اکبر ندا آورد. رهبرش به ما گفته که ایا صوفیه باید به مسلمانان بازگردانده شود. من می خوام که این مکان تبدیل به مسجد بشه. همه مسلمان ها همین رو می خوان. به معماریش نگاه کنین. از هر کی بپرسین اینجا شبیه چیه، یه پاسخ بیشتر نمیده. مسجد. رهبران مسیحی اینطور فکر نمی کنند. در این کلیسا در استانبول این هفته یونانی های ارتدوکس جمع شدند. در این مراسم هشدار برتولومیو رهبر مسیحیان ارتدوکس را شنیدند. او گفته بود که ایا صوفیه تنها به ترکیه تعلق ندارد و متعلق به همه انسان هاست. تبدیل ایا صوفیه به مسجد میلیون ها مسیحی را در سراسر جهان ناراحت می کند. در زمانی که بشر از پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا رنج می برد و به اتحاد و همدلی نیاز دارد. این یه مکان مذهبی بزرگه، اما منتقدان میگن چیزی که قرار اینجا اتفاق بیفته فراتر از مذهبه. اونا میگن اردوغان داره از این موضوع برای جلب حمایت مردم استفاده میکنه. همچنین پوشش خوبی برای خسارتهای کشوی کرونا به اقتصاد ترکیه وارد شده. آمریکا مخالف تبدیل ایا صوفیه از موزه به مسجد است. آمریکا میگوید این ساختمان خارق‌العاده باید به عنوان پلی ارتباطی میان مذاهب باقی بماند. اورلگیرن بی بی سی نیوز استانبول. رسیدیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.